در نخستین سالگرد حمله به مجله فوکایه شارلی ابدو، شماره ویژه این هفته نامه فرانسوی روز چهارشنبه منتشر شد. طرح روی جلد آن تصویر فردی با ریش و لباس آغشته به خون است که اسلحه‌ای روی دوشش دارد. شارلی ابدو این تیتر را برای کاریکاتورش انتخاب کرده. قاتل هنوز آزاد است. رئیس سردبیر و مدیر شارلی ابدو که این کاریکاتور را هم کشیده در میزگرد رادیویی که به مناسبت سالگرد حمله برگزار شد گفت سکولاریسم در فرانسه به شدت مورد حمله قرار گرفته. شارلی ابدو همیشه از سکولاریسم دفاع کرده، هرچند که کار برای این مجله در این راستا سخت‌تر شده. شارلی ابدو به خاطر اینکه با افراط‌گرایی پیوند زده شده دائما مورد حمله و تهاجم قرار گرفته، همه چیز جاشون عوض شده. در حال حاضر سکولاریسم در فرانسه همراه با واژه‌های مرتبط با افراط‌گرایی مطرح میشه. در حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس 12 نفر کشته شدند. در ویژه‌نامه این نشریه افراط‌گرایان مسلمان، تشکیلات مذهبی و ناکارایی دولت و دستگاه اطلاعاتی فرانسه در حمله سال گذشته متهم شناخته شدند. حمله‌ای که افراط‌گرایان مسلمان علیه کارکنان شارلی ابدو انجام دادند. دفتر این نشریه فکاهی برای چند سال به خاطر تهدید به حمله از مکان‌های حساس در پاریس بود.